در این عصر علی‌رغم رشد و تغییرات عمیق در بهبودی شیوه‌های زندگی به توسط آموزش‌های صحیح در مراکز تعلیمی و حتی دنیای مجازی که شاهد بر این هستیم، متاسفانه می‌بینیم که انسان‌ها در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی‌های لازم هستند تا بتوانند کاملاً پیروز بر تمام مشکلات و سختی‌هاشون ادامه حیات بدن و ایامشون رو پشت سر بگذارن. سوالی که پیش میاد این هست: آیا آموزش و تعالیمی که انسان روی تجربه یافته و از دیگران گرفته نقطه ضعفی داره؟ در ضعف هستش که این قدرت رو نداشته که انسان رو از اون مراحل نگران کننده، مراحل سختی و مشکلات به خوبی عبور بده؟ با توجه به این که به خوبی میدانیم انسان برای کامل شدن و رسیدن به هر هدفی میباید بیاموزد. نلسون ماندلا نیز اعلام میکنه: آموزش نیرومندترین سلاحی هست که میتوان با آن جهان را دگرگون کرد. و کتاب مقدس یکی از اسناد معتبر میباشد که خدا مدام انسان را به آموزش نیکو تشویق می‌کند. در کتاب نهمیا 9 آیه 13 اعلام می‌کنه: در کوه سینا از آسمان به زیر آمدی. منظور خدا رو داره میگه که به خاطر بشریت از آسمان بر روی زمین آمد. تو با قوم خود سخن گفتی و به ایشان قوانین نیکو و آموزش‌های خوب را دادی. پس خداوند نیز نظرش به این هست که انسان باید بیاموزه، خودش انسان را آفریده. اگر خدا چنین انسان را آفریده، این گونه که باید او بیاموزد تا در مسیر هدف خلقت تو اون جایگاه درست قرار بگیره، ما دیگه نمیتوانیم بهانه‌ای داشته باشیم. بدون آموزش و بدون تعلیم ما میتوانیم به پیروزی برسیم، میتونیم کامیاب بشیم. افلاطون اعلام میکنه: به دنیا نیامدن بهتر از تعلیم نیافتن و نادان ماندن است، زیرا جهالت ریشه همه بدبختی ها خواهد بودش. و انسان این رو نیز به تجربه دیده و کتاب مقدس گواه بر این هست که مریدان خدا را تأکید می کند آموزه های نیکوی خود را حتی به نسل های آینده نیز بیاموزد. در کتاب تثنیه 32:45-47 از شریف میخونم، اعلام میکنه: هنگامی که موسی دادن آموزش‌های خداوند را به مردم به پایان رسانید. پس موسی تمام آنچه را که برای زندگی سالم لازم داشت، انسان، خدایی که انسان را آفریده برای یک هدف، توی این مسیر هدف اون آموزه‌ها را به عنوان شریعت کاملا داده. پس شریعت کاملا اعلام شده بود، عیسی مسیح با محبتش روی صلیب کامل کرد. پس بعد از موسی هر کسی شریعت تازه‌ای آورده از طرف خودش بوده و از طرف بلش کنه میخوام یاد افکی بوده. کلام خداوند میگه پیامبران دروغی. پس دیگرانی که آمدن گفتن ما دارای شریعتی هستیم، شریعت بازم انسانی بوده، چرا که اگر شما پیروی کنید میبینید اون شریعتی که دادن باعث این نشد که انسان‌ها در مسیر نجات قرار بگیرن. شریعت رو مسیح روی صلیب کامل کرد، پس دیگه قراری هم نبود شریعت بیاد. اعلام میکنه: هنگامی که موسی دادن آموزش‌های خداوند را به مردم به پایان رساند، به آنها گفت حتماً از همه این فرامین که امروز به شما دادم پیروی کنید. این یک ضرورته. به قوم اسرائیل نگفت 613 تا قانونشو حالا نصفشو بردار، 10 فرمان، گفت همهشو باید پیروی بکنید. آنها را به فرزندان خود تکرار کنید و بگید. یکی از دلایلش اینه وقتی شما تکرار میکنید خودت بهتر یاد میگیری، ایمانت قوی تر میشه. و یکی دیگه‌اش این هستش که توانستی دیگران رو در اون مسیر فکری که فکر میکنی، میتونه فکر شما، تعلیم شما سلامتی باشه، دیگران نیز بیاموزن تا اون دیگران به دیگرانی بیاموزن که اونها راغب تعلیم پذیری هستن
و این یک موضوع خیلی مهم است. راقب باشند. آنها را به فرزندان خود تکرار کنید. اندیشمندی اعلام میکنه آموزگار و آموزگار واقعی کسی است که آنچه در یک روز یاد میگیرد بیش از آن به دیگران بیاموزد. و ادامه آیات این هستش که تا آنها با دقت از همه فرمانهای خداوند پیروی کنند. این آموزش ها کلمات پوچ نیستند که خیلی ها میگن این کلام چه کلامی است. بله امروز وقتی که ما شریعت رو میخونیم دیگه شریعت شاید برای مردمی که در این عصر هستن خیلی معنا نداره، چون این مردم یافتند انصاف چیست و اما از ابتدا از اونجا شروع شده. مانند کسی که امروز دکترای ادبیات داره نسبت به اون سرزمینی که هست، حالا حروف الف با براش خیلی بچگونه است، دوباره بیاد از اول بخونه، خب میگه چه معنی داره؟ امروز دکترا داره دیگه ایشون. امروز انسان ها نسبت به چند هزار سال پیش دکترا دارن نسبت به آن آموزه ها. از این رو بود که عیسی مسیح آمد شریعت رو کامل کرد در محبت، که به اون بیشتر خواهیم پرداخت. این آموزش ها کلمات پوچی نیستن، آنها زندگی شما هستن، یعنی میتونن زندگی شما رو ریتم بدن. از آنها پیروی کنید و شما در سرزمین آن سوی رود اردن که به زودی تصرف خواهید کرد، داره به قوم اسرائیل میگه تا بتونن به اون موقعیت که در نظر دارن، رویایی که دارن، تصرف خواهید کرد، عمر طولانی خواهید داشت. همه ما ها همین الان که اینجا نشستیم، عزیزان که رو فیسبوک هستن، عزیزان که رو اینستاگرام هستن، همه ما ها آرزوهایی داریم، رویاهایی داریم، ویژنهایی داریم، مشروط بر این که فقط تمرکزمون روی رفع مشکلاتمون باشه، روی رویاهامون باشه، روی آرزوهای دلمون باشه، اینو بدونید 100% شما اونها رو میتونید دریافت کنید. اینقدر شکست میخورید دوباره پیروز میشه. ادیسون میگه 99 بار من فهمیدم که اینگونه لامپ اختراع نمیشه. اونقدر تکرار کرد تا پیروز شد. پس بنابراین اون پیروزیشو به دست آوردش. هیچ کجا نمیگه که خدا کمک من کردش. حتما خدا کمکش کرده. ولی نمیگه. انسان‌هایی هستن که اصلا فکر این که در ذهنیتشون خدام هست نیست، اما فعالیت میکنن. اما پیروزی اونها فقط پیروزی روی زمینه، با خودش کامیابی نداره، یعنی اثر او همیشگی نیست، جاودانه نیست. آنچه که کلام خداوند میگه از پیروزی ها که در قلمرو زندگی من و شما هست، تا موفقیت ها، تا پیروزی ها که قبلا درباره‌اش صحبت کردیم، به مرز کامیابی خواهد رسید که در حضور خدا هست و ما نیز خوشحال هستیم که تمام این مسیر رو توانستیم بر حسب رسیدن به هدف مقدس خلقت نیز عمل کنیم، نه در مسیر بی‌انصافی و نیز بی‌عدالتی. پس اگر رویایی داری، آرزویی داری، بسیار خوبه، اما این رویا و این آرزوت رو در حضور خداوند ببر، از آموزه‌هایی که از کلام خدا استفاده کن تا مبادا به آرزوات برسی، به نیازهات برسی، اما تو این مسیر دروغ گفتی، بی‌انصافی کردی، دل کسی رو شکوندی، وقتی با خدا نداشتی، فقط فوکوست فقط این بوده خودم، یا کارهای نیکویی کردی اما فقط خودتو جلال دادی، خودتو بلند کردی. و میدونیم که تو این دنیای امروز خیلی ها این کارو میکنن. شخص وقتی که از نظر موقعیت هنری، از نظر موقعیت دارایی و ثروت به اون جای بالا میرسه، بلافاصله بهش پیشنهاد میدن برای تکس و و و و و برای محبوبیت. چقدر خوبه که تو یه مبلغ پولی رو به آفریقاییام کمک کن، به نیازمندای فلانجام کمک کن. برای چی؟ برای جلال خدا. حتما کار خوبی میکنه، اما دیگه توی مسیر آموزه های خدا نیست که نام خالق خودش رو جلال بده، بلکه فقط در اندیشه خودش هستش. در این کلام ما اقتدار از طرف خدا و تضمینی که به شنونده داده شده است رو شاهد هستیم. در از آموزش و تعلیم خدا برای انسان کاملا متفاوته با آموزش و تعلیم انسانها به هم دیگه، یعنی آنچه خدا داره به ما میگه میآموزه با آنچه که ما روی تجربیاتمون آموختیم کاملا فرق میکنه. گویا در این تعالیم توانایی نیز همراه هست، یعنی تعالیمی که خدا میگه، و شخص تعلیم پذیر رو
یک قدرتی میده، مانند همون مزمور 33:9 که میگه خدا گفت و شد. از این رو هست شخص خود من وقتی که یک تعلیمی رو میدم میبینم افراد گوش نمیکنن، نمیخوان تو اون مسیر قرار بگیرن، من به این نتیجه میرسم که تعلیم پذیر نبوده، تعلیم کلام خدا بوده، نخواسته گوش کنه و چون نخواسته گوش کنه روش تاثیر نذاشته، چون کلام خدا میگه خدا گفت و شد. پس اگر نمیشه من حق رأی دارم نسبت به تعلیمی که گرفتم توجه نکردم، اهمیت ندادم به اون تعلیم. از این رو هستش که رو زندگی منم مسلما نمیتونه تاثیر بذاره. شاعر میگه به دانش فرای و به یزدان گرای که او باد جان تو را رهنما. اگر من به تعالیم خدا من گوش کنم مسلما خدا قوت من خواهد بود که آنچه را که در ضعف خودم را میبینم نسبت به اون تعلیم خداوند نیز برکت من بشه. اما چگونه این امکان پذیر هست که تعالیم خدا بر شخص تعلیم پذیر در کنار تعلیم توانایی نیز باشه؟ امروز به راحتی همه ما میتونیم این جواب رو بدیم، چون در عصری هستیم که روح القدس به ما داده شده وقتی مسیح ایمان آوردیم. در کتاب نهمیا 9:20 اعلام میکنه تو روح نیک خود را، منظور روح القدسه، تو روح نیک خود را برای آموزش ایشان دادی. برای آموزش داد که اونها بیاموزن. در اصل آموزش و پرورش، که آموزش همون تعلیم میشه و پرورش یعنی توانایی، یعنی مهارت، یعنی شکل گرفتن اون تعلیم، فقط شنیدن نیست، بلکه ما میبینیم که نسبت به آنچه که آموخته داره عمل میکنه. پس تحت تعالیم خدا یک معنای حقیقی رو پیدا میکنه وقتی من تعلیم میگیرم و اگر تعلیم پذیر باشم. اگر حواسم جای دیگه نباشه، اگر تو کلیسا هستم به فکر بیزینسم نباشم، به فکر رابطه که شکسته نباشم، به فکر موبایل تو دستم نباشم، به فکر قصه های دیگه نباشم، من فقط فوکوسم روی کلام خدا باشه، اون تأثیر میذاره. پس باید هوشیار باشم. در مزمور 143 آیه 10 داوود پادشاه میگه مرا تعلیم ده تا اراده تو را به جا آورم. بذار لزومی نداشت، به هر حال قسمتی از شریعت بود، میتونست بره بخونه داوود، اما چرا داره به خدا میگه مرا تعلیم ده؟ میگه مرا تعلیم ده تا اراده تو را به جا آورم، زیرا خدای من تو هستی. و داره اعلام میکنه، داره خدا رو میبره توی جایگاهی که به خدا بگه تو باید کمک من کنی، فقط تعلیم نیست، تواناییشم من از تو میخوام، روح مهربان تو مرا در زمین همواره هدایت بنماید، یعنی قوت من باشه. بنابراین هدایت روح القدس در ما این هست تا به یادمان آورد. چی به یادمون بیاره؟ تعالیم کلام خدا رو. توانایی بخشد تا بتونیم آنچه را که اراده خدا هست را عمل کنیم. حکمت و اقتدار ببخشد تا بتوانیم به خانواده و به خلق خدا بیاموزیم، یعنی در اصل به یاد آوریم آنچه که امروز شما اومدید به عنوان عشای ربانی، بتوانیم و بیاموزیم. کلیسای مسیح هم بهره همین خداوند بنا کرد. کلیسای مسیح عبادتگاه ساده‌ای نیست مانند عبادتگاهی که مذهبیون میرن، هرگز. کلیسای مسیح محل آموزش است که شما و من کلام خدا رو بشنویم و به توسط روح القدس قدرت و توانایی اجرای اون رو داشته باشیم. اگر میشنویم که دعا کنید برای یک مریض، یک مریض شفا پیدا میکنه، برای این نیستش که فقط کشیش رسول دعا میکنه، بلکه تو شما نیز میتونی برای کنار دستی دعا کنید و اون صاحب برکت بشه، برای همسایت دعا کنیم، برای نیازمندان دعا کنیم تا خداوند اونها رو برکت بده. این قدرت و توانایی رو خداوند مطابق فیضش به ما میده توی تعالیم، مشروط بر این که دقت کنیم به تعلیم خداوند. تعلیم کلام خداوند توی کلیسا مانند سمینارها و کنفرانس‌ها نیست عزیزان، که سخنان بسیار خوب میگن، از تکنیک‌های علمی استفاده میکنن تا مردم رو بتونن متمرکز سخنان خودشون کنن، خدمات خودشون کنن،
نظریه‌های خودشون کنن، متدهای خودشون کنن. هرگز اون گونه نیست. کلام خداوند قدرتی است که در شنیدنی که تو داری و میپذیری و میخواهی داشته باشی توی عمل زندگیت میبینی هست. همه میبینن که شما که تعلیم گرفتی مطابق تعلیم داری آن گونه عمل میکنی که خدا در نظر داشته. در برابر آزار دیگران خشمگین نمیشی، اذیتت میکنن کینه نداری، به راحتی میبخشی، محبت میکنی، ایستادی برای عیسی مسیح، بشارت میدی و تمام امور را آنگونه که کلام خدا گفته انجام میدی، نه به شباهت کشیشت بلکه به شباهت خود خدا انجام میدی، چرا که قرار هست به شکل خدا بشیم. در غیر این صورت فقط یک با خودباوری هست. یک روز کلیسا حالم خوبه، یک روز دعا میکنم حالم خوبه، یک روز کتاب میخونم وای پر از عشقم، یک روز توی مشکل میفتم میام چی شد عیسا کجایی؟ کجا رفتی؟ مردم نگاه میکنن یه روز اینجاییم یه روز اینجاییم، یه روز آتشی هستیم یه روز افتادیم. این همون مذهبه. کلام خدا نمیخواد ما مذهبی باشیم، میخواد ما آزاد بشیم. پس تعلیم پذیری رو باید بیاموزیم، که تعلیم بگیریم نه از رسول، بازم میگم از خود کلام کتاب مقدس به توسط روح القدس. شخصی خانه ای رو ساخت و بعد از مدتی تصمیم گرفت دوستان و فامیل های خودش رو دعوت کنه، اما این خونه کاملا تموم نشده بود. مهمون ها متوجه شدن که چه خونه زیبا و خوبی هست، اما برق خونه چند دقیقی بار میره میاد میره میاد. بعد رفتن صابونه هست دادن خونه به این زیبایی رو درست کردی خیلی خوبه، اما چرا این برق قطع و بس میشه؟ میگه آخه هنوز اداره برق برق رو بس نکرده، من سیم خونه رو بس کردم به اداره را به چراغ راهنمای سر چهارراه خونه. سیم ایمانت کجا وصله؟ به کشیشت وصله هی روشن و خاموش میشه، به معلمت وصله هی روشن و خاموش میشه، هی موازی ببینی کشید یه اشتباه که قبوله ما مشکال نده، دو تا اشتباه میکنی معمولا اینجوری. ایماندار دوستت دو تا اشتباه که تو چهار تا اشتباه میکنی، همش نگاهت به انسان هست. اما اگر نگاه ما کاملا به کلام خداوند باشه، مطمئن باشیم که کلام خداوند ما رو برکت میده. هدف خدا از تعلیم هم هدایت هست و هم توانایی برای فعل در آوردن آنچه که اراده خدا هست. نمیخواد ما فقط فرمالیته یک چیزی بشنویم و منم نمیخوام. منم تمام وقتی که میذارم هدفم این هست که مطابق فیض خدا من همون گونه که رو بوشورا شما هستش تعلیم بگیرم، رو من تأثیر بذاره برای تبدیل شدن. اول مال خودم هست، اول رو خودم کار میکنم و بعد روی خانوادم کار میکنم و بعد کلیسایی که خدای من داده. تمام سعیم هست این کار رو انجام بدم. شاعر میگه علم چندان که بیشتر خانی، چون عمل در تو نیست. همه خوب میدیم چی هستیم؟ میگه نادانی. گر همه علم عالمت باشند، بی عمل مدعی و کذابی. یعنی کاذبانه است، حقیقی نیستش، درش یک حقیقت نیست که ما نگاه درستی رو نیز به اون داشته باشیم. پس بنابراین عمل ما محک ایمان ماست. اگر در عمل ضعیفیم یعنی در ایمانمون متاسفانه ضعیف هستیم. بریم با هم دیگه نامه دوم تیموتائوس داشته باشیم. عزیزان همه بروشور دارید؟ اگر کسی در جمع ما بروشور نده دستش بره بالا، دستا بالاتر، هم تو بالا نگه دارید، دو دستی بلند شید بشینید حالا شوخی میکنم دیگه. چقدر اذیت میکنم؟ نه من اذیت میکنم. نه دست بالا دارم. نامه دوم تیموتائوس 3:16-17. بلند بخونید. میکروفون هم دارید؟ نامه دوم تیموتائوس 3:16-17. تمامی کتب از الهام خداست. پس تمام آنچه که در کلام خدا هست میگه الهام روح القدس هست. حالا آیا این خدا بود به داوود گفت برو بالا پشت بون نگاه بکن به زن فرماندهت بعد زنا کن؟ آیا رضایت خدا بود؟ نه. ولی خدا اجازه داد چنین موضوعاتی نوشته بشه، رسول پند بگی خدمت تموم شد برو در حضور خدا زانو بزن شکرگزاری کن
نکنی بگی تموم شد آخیش امروز موعظه‌ام تموم شد. بچه‌ها کجا بریم مهمونی؟ کجا بریم بزنیم و برقصیم؟ خیلی خوبه، اما اول برم شکرگزار باشم، برای کلیسا دعا کنم و شما نیز دعا کنید، برای کشیش دعا کنید، برای خادمین دعا کنید. خیلی مواظب باشیم. خادمینی که بدون دعا حرکت میکنن حتما حمله روشون تاثیر میذاره. با دعا هر حرکت کرد بتون حمله میشه، نگران نباشید. اگر نیت خوبی داری برای ملکوت خدا منتظر حمله باش، چون که تو داری قلعه‌های شیطان رو داری میخوای فرو بریزی. دبیا آقا شیطونه اونجا وای میسه میگه بفرمو. بله چه چیزی نیست که اونم حمله میکنه به تو. پس اگر میخوای یه خدمتی رو شروع کنی دعا کن، و برات باید دعا بکنن، باید برای اون موضوع دعا کنید. تشویقتون میکنم هر عملی رو میخواد انجام بدید در رابطه با ملکوت خدا دعا کن و برات دعا کنم. میتونم بشنوم؟ دعا کنم و برام دعا کنم. این گونه نیست تنهایی بری. وقتی رفتی شیطان که حمله کرد خسارت میکنه، بهت آسیب میرسونه. بله بفرمایید. و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است. آمین آمین، که بتونه ما رو توی مسیر اراده خدا قرار بده. بله، تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود. آمین آمین آمین. و همون گونه که میدونیم عیسی مسیح در شام آخر یا عشای ربانی قبل از اینکه به صلیب کشیده بشه این رو ضرورت دانست که ما به یاد بیاریم. باز هم عنوان میکنم، وقتی که میگه ما به یاد بیاریم این نیست که شما فکر کنی حالا فشار بیاری. یادم هست اون موقعی که میرفتیم مثلا عاشورا تاسوعا مسجد بود، درباره امام حسین میخواستن صحبت کنن، گریه‌مون نمیاد. هی مثلا فکر میکردیم الان مثلا این شخصی که داره میگه کشته شد سرشو بریدم، چقدر اگه بچه من بود. حالا ما اون موقع بچه بودیم که بچه نداشتیم مثلا خودمون، که هی فشار میاد. به قول یکی از دوستان میگفت انگشتشو با دهنش خیس میکرد میذاشت به چشش گریه داره میکنه. هی فشار میاد. این گونه نیست که شما فکر کنید عیسی مسیح حالا روی صلیب رفت، حالا شلاق خورد فلان. نه 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 نه، وقتی که اومدی اینجا، وقتی که رفتی کلیسات، احترام گذاشتی به کلام خدا، به این ضرورت، روح القدس به یاد تو میاره. روح القدس تصویر حقیقی کار مسیح رو روی صلیب برای تو میکشه که تو ببینی، قلب مسیح رو ببینی، نه شلاق ها رو. مگه اون میخواد ما اذیت بشیم، همش ما گریه کنیم؟ ما در مسیحیت آشیا تاسوا نداریم برای مسیح، ما آزاد شدیم. اون میخواد قلب مسیح رو ببینی توی عشای ربانی، چقدر عاشق توه، چقدر تو رو دوست داره و تو رو میبخشه و کینه ها رو از دلت بر میداره تا تو بتونی زندگی سالم داشته باشی، یک مذهبی نباشی، یک مسیحی نباشی که اسمت مسیحی باشه، حقیقی باشی، اورجینال باشی، مانند رسولان مسیح باشی. این گونه هستش که تو رو میخواد تشویق بکنه. و وقتی میای عشای ربانی اجازه بده روح القدس به یاد تو بیاره. خودت زیاد فکر نکن. بیرون از این کلیسا خیلی فکر کردیم. چه کار کردیم با فکرامون؟ خراب کاری کردیم، خیلی جا خراب کردیم. اونجا هم که خراب نکردیم، نام خودمون رو بلند کردیم، خودمون رو جلال دادیم. کلیسای مسیح بذار خدا برای تو فکر کنه، خودت برای خودت فکر نکن. شاعر میگه مسیحا جام عشق تو به دستم، من از نوشیدن آن مست مستم. بله که مست میشی وقتی میری در حضور خدا، مست روح القدس میشی و کلام خداوند اعلام میکنه. مست روح شوید، مست چیزای دیگه نشید. مسیحا جام عشق تو به دستم، من از نوشیدن آن مست مستم. تو بخشیدی گناهم را به فیضت، چو بر پای صلیب تو نشستم. دگر جز تو ندارم هیچ امیدی، تو دادی جام آزادی به دستم. آمین. این رو شما لمس میکنید، این رو کاملا حس میکنید. دیگه فرمالیته نیستش، دیگه موعظه دیکته شده نیستش. 2000 سال هست واعظین از این دارن موعظه میکنن. چرا اینقدر نجات هست؟ به خاطر واعظین نیست، به خاطر کلام واعظین نیست، به خاطر قدرتی که در این کلام هست و به خاطر کسایی که حقیقتا تشنن، به دروغی به مسیح ما نیاوردن، ایستادن برای مسیح، وفادار برای مسیح ایستادن، برای انجیل مسیح نیز ایستادن، برای آنچه که ضرورت بوده ایستادن. از این رو دنیا میبینیم
در مسیری هستش که هنوز مردم دارن به مسیح ایمان می آورن. برادر بهروز عزیزم امروز اومد داشتیم دعا می کردیم در این اتاق، گفت برادر رسول نمیدونم تا چقدر صحت هست، من باز فرمایشات ایشون رو میگم، شنیدم اولین کشوری که امروز داره خیلی مردمشون به مسیح ایمان می آورن روسیایی ها هستن، درسته؟ و بعدم ایرانی ها هستن. هاللویا، یه دست بزنیم برای جلال خدا. آمین. و مسیح گفت به یاد بیاورید. انجیل لوقا 22 17 الی 20 میگه پس پیاله ای که گرفت عیسی مسیح در شام خداوند، در شام آخر در عشای ربانی، پس پیاله ای را که گرفت شکر نمود، برکت داد. در کتاب پیدایش باب 1 میخوانیم که وقتی که خداوند انسان را آفرید او را برکت داد. در اون عهد عتیق، در عهد جدید هم داره برکت میده. پس برکت داده به کسایی که میخوان به یاد بیارن، برکت را به یاد بیارن. پس پیاله ای را گرفته شکر نمود و گفت این را بگیرید، یعنی تعلیم را بگیرید، تعلیمی که برای شما داره داده میشه بگیرید و در میان خود تقسیم کنید، یعنی این تعلیم را به دیگران بدید. آنچه که رسول امروز گفت از کلام خدا حبسش نکن تو فکرت و تو قلبت. وقتی که رفتی این رو برای دیگران بنویس، شیر کن برنامه های روی فیسبوک رو از کلام خودت. اگر همسرت نتوانسته امروز بیاد، دوستت نتونسته بیاد، بهش بگو. اگر خادمی میشناسی که نتونسته عشای ربانی بیاد، باش تماس بگی، برکت تو به اون بده تا اونم صاحب یک برکت بشه. کار ما این هست، فقط اومدن نیست و فقط خوردن تکه نان و یا شراب یا به عنوان آب انگور نسبت بدیم به خون مسیح نیست، بلکه باید در ما عمل کنه، باید در ما کار کنه. پس پیاله ای را گرفته شکر نمود و گفت این را بگیرید و در میان خود تقسیم کنید، زیرا به شما میگویم تا ملکوت خدا نیاید از میوه مو یعنی انگور دیگر نخواهم نوشید. و نان را گرفته شکر نمود، دوباره برکت داد زندگی ما را، و پاره کرد و به ایشان داد. و میدونیم که در اصل برکت مساویه با نجاته. قبلا در این رابطه من صحبت کردم فلسفه برکت و خون رو، الان وقت نیست، اما برکت نشانه ای از نجات هست. و گفت این هست جسد من که برای شما داده می شود، یعنی بهای گناه تو رو دادم، تمام شد گناه تو. میگی دوباره گناه کردم، بازم برو در حضور خداوند و توبه کن، چون گناه تو رو خواهد بخشید. دروازه عشق و محبت او باز است، روح القدس به یادت میاره که اون تو رو دوست داره، گناه تو میبخشه و به یاد نخواهد آورد و اعلام میکنه این را به یاد من به جا آرید به توسط روح القدس. و همچنین بعد از شام پیاله را گرفت و گفت این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته می شود، یعنی قربانی می شود. از این به بعد هر کس که به مسیح باور داره، حتی به عنوان پیغمبر، من به دیگر باورمندان کار می کنم، هر کسی که عیسی مسیح رو پیغمبر می دونه و قربانی می ده، این بزرگترین توهین به عیسی مسیح است و بزرگترین توهین به کار مسیح روی سر. برای همین هست خبر خوش نجات به مسلمانان بدید. بی برکتی به خاطر این هستش که با قربانی دادن در اون جایگاهی به نام مکه که محل بت پرستاست، مکان بت پرستی هست، الله بت، الله بت، بی برکتی رو وارد ایران کردن. سرزمینی که این همه منابع داره، معادن داره، جوان داره، هیچ خوشی نداره، هیچ آرامش نداره، ثروتمندش هم نداره، ندارش هم نداره، دولتمندش هم نداره، فقیرش هم نداره، چون کار مسیح رو دارن روی صلیب باطل میکنن. مسیح قربانی داد تا از اون به بعد یک کسی قربانی نده، اما هنوز قربانی داده میشه. و کسی که مسیح رو حتی به عنوان یک پیغمبر باور داره، به جای برکت بی برکتی رو متاسفانه وارد زندگی خودش کرده و مجال این رو نخواهد داد که زندگیش در آرامش و امنیت باشه. پس آنچه که در کلام خدا هست اعلام میکنه، به یاد آوریم کار مسیح را، به عمل آوریم اراده خدا را و به دیگران رسانیم خبر خوش نجات را. و چقدر خوبه که یاد بگیریم به یاد بیاریم. اگر کار مسیح را به توسط روح القدس تمرین کنی، یاد بگیری به یاد بیاری، محبت های دوستات را از یاد نبری، محبت خواهر برادرت را از یاد نبری، محبت والدین را از یاد نخواهی. مهتلب نمیشه که یک عمر تو رو محبت میکنن، یک جا خالی میذارن، چه دانسته و ندانسته وجودت پر از نفرت میشه نسبت به اون شخص. حالا هر کس
این کار شیطانه که ما محبت ها رو فراموش کنیم، اما بدی های دیگران رو چه خواسته و نخواسته همش به یاد بیاریم. این کار شریر است عزیزان. 40 سال پیش اکثر ماها، عزیزانی که مانند من جوان هستید یادتون هست، 40 سال پیش مردم به یاد نیاوردن کار رضا شاه رو، مردم به یاد نیاوردن کار محمد رضا شاه رو، و چون به یاد نیاوردن و چون به یادشون نیاوردن زیاد، کمونیستا و اسلامی های ایدولوژیست نذاشتن از کارهای اونها مردم آگاه بشن، و به طور خاص شیطان که دو تا شاخ داره، یه شاخش اسلامه و یه شاخش کمونیست هست، مجال این رو نداد که مردم به یاد بیاورند. برای همین فریب بردیم. پدر بزرگ مادر من تا اون زمان زنده بود، وقتی داشت این تحولات میشد توی ایران، پدر منو صدا کرد و منم که خب سنم 14 سالم بود داشتم گوش میکردم. به پدرم گفت مواظب باشید، این آخوندها تا قبل از اینکه رضا شاه بیاد اجازه ندادن ایران روش کنه. ما صبح از خواب بلند میشدیم میگفتیم یا انگلیس گرفت ایرانو یا روسیه گرفت. اجازه نمیدادن که تکنولوژی وارد ایران بشه، میگفتن اینها نجسه چون دست مسیحی ها خورد. و این پدر و پسر خدمتی که کردن به این مردم و به تو و به بچه تو و نسل آینده هیچ پادشاهی نکرد. اما من که داشتم گوش میکردم گفتم چرا این چیزها رو نمیشنیدیم، چرا در این رابطه با ما صحبت نکردن؟ کاری نداریم، این تحولات شد. کار مسیح رو از یاد نبرید، کاری که مسیح روی صلیب کرد. اجازه ندید که مشکلات زندگی شما دلیلی بشه فراموش کنید کار مسیح رو. اگر وقتی که تو مشکل میافتی گریان هستی، خسته هستی، نگران هستی، بدون که فراموش کردی کار مسیح رو. اگر به یاد بیاری کار مسیح رو، به یاد میآوری که عیسی مسیح اعلام کرد تو رو هرگز رها نمی کنم توی هیچ مشکل و سختی، و مطمئن باش که خداوند تو رو برکت خواهد داد. بریم با هم دیگه انجیل یوحنا رو داشته باشیم. انجیل یوحنا 14:15-27. آیا کسی هست که بروشور نداشته باشه؟ هر کس جدید اومده بروشور نداره لطفا دستش بره بالا. سپاسگزارم. دل شما مضطرب نشود، به خدا ایمان، به من نیز ایمان آورید. آمین. یه پدر من منزل بسیار است، و الا به شما میگفتم، میروم تا برای شما مکانی حاضر کنم، و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم، باز می آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد. آمین. تا جایی که من می باشم شما نیز باشید، و جایی که من می روم می دانید و راه را می دانید. آمین. توما به دو گفت ای آقا، نمی دانیم کجا می روی، پس چگونه راه را توانیم دانست؟ یعنی با مسیح زندگی می کردن اما کاملا گویا تعلیم پذیر نبودن. همون رسولان هم کاملا تعلیم پذیر نبودن، چرا که وقتی مسیح روی صلیب رفت همه فرار کردن رفتن. حتی پتروس همین گونه که اعتراف کرد فرار کرد رفت، کاملا درک نکردن کار مسیح رو. از این رو لازم هست در حضور خدا از خدا بخوای که خداوند به ما مکاشفه کلامت رو بده. وقتی واعظی صحبت میکنه من درک عمیق داشته باشم نسبت به کلامت. بله. عیسی به دو گفت من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. اگر مرا می شناختید پدر مرا نیز می شناختید، و بعد از این او را می شناسید و او را دیده اید. آمین. فیلیپوس به وی گفت ای آقا، پدر را به ما نشان ده که ما را کافی است. عیسی به دو گفت ای فیلیپوس، در این مدت با شما بودم، آمین، مرا نشناخته اید؟ پس روی موضوع تعلیم پذیری متاسفانه خوب نایستاده بودن. بله. کسی که مرا دید پدر را دیده است، پس چگونه تو میگویی پدر را به ما نشان ده؟ آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ آمین. سخنهایی که من به شما میگویم از خود نمیگویم، لکن پدری که در من ساکن است او این اعمال را میکند. یعنی همون روح القدس، روح خدا که در مسیح امروز، اون روح القدس در ما هستش که میخواد قوت
تعلیم پذیری رو نیز داشته باشیم. بله، مرا تصدیق کنید که من در پدر هستم و پدر در من است و الا مرا به سبب آن اعمال تصدیق کنید. آمین آمین به شما میگویم، هر که به من ایمان آورد کارهایی را که من میکنم او نیز خواهد کرد. آمین. و بزرگتر از اینها نیز خواهد کرد، زیرا که من نزد پدر میروم و هر چیزی را که به اسم من سوال کنید به جا خواهم آورد. آمین. تا پدر در پسر جلال یابد. کاملا اینو باید درک کنیم، ولی اجازه بده روح القدس به یاد تو بیاره اول و بعد اعلام کن. بله، اگر چیزی به اسم من طلب کنید من آن را به جا خواهم آورد. آمین 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 آمین. سپاسگزارم. البته شما یه قسمت دیگه خوندید ولی خیلی کمک کرد به ما. حالا شما لطف کن انجیل یوحنا 14:26 رو بیار، من یه تک آهنش یه دستی که برای زور جام بذار اونجا لامپا خاموش. ولی خب خیلی کمک کرد. گاهی هستش که روح القدس ما رو هدایت میکنه که از یه قسمت دیگه از کلام را بخونیم تا بدونیم چگونه باید عمل کنیم. بله بفهم. لکن تسلی دهنده یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من میفرستد. آمین. او همه چیز را به شما تعلیم. او همه چیز را به ما تعلیم خواهد داد. اون تواناییش هم نیز به ما خواهد داد. پس چقدر مهم است که نسبت به موضوع تعلیم هوشیار باشیم. برای همین میگم اگر من خودم رو میگم، اگر من به عنوان یک ایماندار خوب تعلیم بگیرم، خوب عمل میکنم، عمل من توی صحبتم، توی رفتارم، توی نظمم، توی بیزینسم، توی همه جایگاه خودش رو نشون میده. یعنی من فقط تو کلیسا شاید یه خادم خوب نیستم، تو محل کارم هم یک فرد خوب هستم، اونجا هم خادم خدا هستم. تو محل کار آدمی نیستم که همه بگن او 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 این خیلی عصبیه، این فلانه. بر از این رو هستش که خواهش میکنم خادمینی که خدمت میکنن باید کلام رو بشنون. خادمی که میاد اینجا فقط خدمت میکنه و میذاره میره، اون داره به خودش آسیب میزنه، اون از برکت خدا بی بهره است. فقط اومد خدمت کرد و رفت و بیرون براش جنگ هست، چون یاد نگرفته چگونه باید بجنگه. یک معلم زن رو میکنه به شاگردا بعد از اینکه تعلیم میده و اعلام میکنه که همه یاد گرفتید، اگر کسی در جمع شما هست که این تعلیم رو آنچه را که امروز من یاد دادم یاد نگرفته لطفا بایسته. سه نفر بلند میشن که معمولا این سه نفر جز کسایی بودن گوش نمیکردن و خیلی شلوغ میکردن توی کلاس. سه نفر رو صدا میکنه معلم، یه ترکه یه پایین بوده، ترکه رو برمیداره میذاره روی میز، هر سه اینا میترسن. میگه خب، میده به اولی، میگه اگه تو یاد نگرفتی ایراد منم، من خوب نتوانستم به تو یاد بدم، پس 10 ضربه به دستای من بزن، 5 به این 5 به این. وقتی که این میگیره که اون بچه های خیلی شلوغ هم بوده، با تمام قدرت میزنه رو دست این معلم، طوری که اشک و چشمای معلم جمع میشه. میده به دومی، دومی میگه نه، میگه نباید بزنی چون من به تو خوب یاد ندادم، من روش خوبی بلد نبودم. دومی خیلی یواش میزنه، میده به سومی، سومی زانو میزنه دست معلمش رو میبوسه، میگه ببخش مرا، این ما بودیم، ستای زمانی که تو داشتی درس میدادی ما داشتیم با هم یه صحبت میکردیم، ما خوب گوش نکردیم، ما خوب توجه نکردیم. عزیزان، عیسی مسیح به خاطر من و تو روی صلیب آسیب و ضررهایی که یک بدن باید بخوره برای مردن رو دید، تهمت رو شنید، دست و پای سوراخ شد، تاج خوار بر سرش قرار گرفت، شلاق به کمرش زدن، پهلوش رو پاره کردن، تا اون بهای گناه من و تو رو بده که امروز با این تعلیم ساده که فقط به یاد بیاوریم کار مسیح رو، زندگی ما پر از برکت بشه. اگر این ایمان رو داری به کلام خداوند خوب توجه، تا کلام خداوند برای زندگی تو فقط برکت بشه. بریم آخرین آیه را نیز داشته باشیم. نامه عبرانیان 8:10-11. و خداوند میگوید این است آن عهدی که بعد از آن ایام با خاندان اسرائیل استوار خواهم داشت، که احکام خود را در خاطر ایشان خواهم نهاد و بر دل ایشان مرقوم خواهم داشت و ایشان را خدا
خواهم بود و ایشان مرا قوم خواهند بود. آمین. و دیگر کسی همسایه و برادر خود را تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت. واو. یه کسی تعلیم نمیده. کی تعلیم میده؟ روح القدس. هدف کلام این نیست که تعلیم نگیری، هوشیار باشی. میگه دیگه این گونه نیستش که بگی ای وقت من نمیفهم این بعد رسول چی گفت. میگه اگه توجه کنی، تمرکز کنی، با خستگی ها توی کلیسای مسیح نیای، دعا کن قبلش خستگیات گرفته شده، خواب تو کلیسا نیار، فکر پریشان تو کلیسا نیار، بیا کاملا گوش کن. وقتی که کاملا دل میدی، مطمئن باش که دل خدا رو کنار دل خودت میبینی، قدرت خدا رو میبینی که تأثیر میذاره توی زندگی تو، که زندگی تو در مسیر برکت قرار بگیره. بله؟ خداوند را بشناس، زیرا که همه از خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت. آمین. 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 شاعر اعلام میکنیم قیامش خدا را به ما فاش کرد، بیاید در این راه، بیایید در این راه کنکاش کرد. عذر میخوام، به باید در این راه کنکاش کرد، همون کاری که شما میکنید. قیامش خدا را به ما فاش کرد، به باید در این راه کنکاش کرد. چو روح القدس بر شما آیدش، عطا و ثمرها نشان بایدش. مشخص میشه. فقط نمیتونیم بگیم ما به مسیح ایمان آوردیم، اما اعمال و رفتار ما نشون میده که ما گویا از آنچه که مسیح خواسته دور هستیم. به همراهی روح القدس پاک، ندارید ز دشمن هیچ باک. شما هم شفا همچو عیسی دهید. آمین. مگر غیر از این هست که گفت برید دست بر مریضان بگذارید تا شفا یابند. شما هم شفا همچو عیسی دهید، صلیب مرا گر به گردن نهید. اگر بایستیم برای آنچه که مسیح گفته، مطمئن باشیم که ما نیز بیشتر از رسولان مسیح در این دنیایی که نیاز به مسیح دارن عمل خواهیم کرد، برای سلامتی، برای آرامش. قلبهای خودمون رو آماده کنیم لحظه ای، برای اینکه میخواییم نزدیک سفره خدا بشیم. از خدا میخوام لطفاً با من باشن. Oh.